خب بینندگان عزیز، اجازه بدید که با آقای یزدان خداوندلو برنامه رو شروع کنیم و ایشون از کل آلمان با شما هستند و بهترین راه تماس با ایشون فیسبوکشون هست که با همین نام یزدان خداوندلو. آقا به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم و من در برنامه خودم گفتم که شما امروز در مورد این چی بود؟ استراتژیک، اجازه بدید، چرخشه، بله، چرخشی استراتژیک در سیاست هخامنشیان از مردوک به اهورامزدا میخواین صحبت کنید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی، شنوندگان و بینندگانتون. من امروز دو تا مطلب درباره هخامنشیان که در هفته های گذشته نوشتم و در فیسبوکم به اشتراک گذاشتم و مورد استقبالم قرار گرفت، به این خاطر بود که شما در هفته آبان شاهد بودید که جمعیت انبوهی پیرامون آرامگاه کوروش جمع شده بودند و این روی کرد مردم به کوروش در جدول فعالیت های همین نوزایی یا رنسانس ایرانی می گنجه. به همین خاطر استش که من خواستم یه اطلاعاتی درباره هخامنشیان در اختیار شما بینندگان و شنوندگانتون قرار بدم، که البته بعد از خاتمه یه گفتگو هم یه چند لحظه چیز بکنیم که خارج از خط با هم دیگه صحبت بکنیم. بسیار عالی. خب من این مطلب رو بدون پرداختن به مطالب دیگه شروع میکنم و در روند گفتگو خوندن شما اون تصاویری که بهشون اشاره میکنم لطفاً نشون بدید. من متوجه شدم وقتی یه تصاویر بیش از 5-6 تا که میشه، بیش از 5 تا میشه، ایمیل نمیفرسته و ناگزیر هستم که همون در حد 5 تا خلاصه کنم، چون تصاویر بسیار زیاده، مخصوصا درباره این تصویری که همین برج بابل و همین مشخوشو و مردوک و اینا زیادن، ولی من حد اقلشون کردم و در روند بحثم به چند جلد کتاب اشاره میکنم درباره نویسندگانی که درباره دیانت زرتشتی و شخصیت کوروش صحبت کردند. خب چرخه استراتژیک در سیاست هخامنشیان از مردوک به اهورامزدا، مشخوشو و مردوک. شما اگر میتونید اون تل آجوری رو لطفا نشون بدید، یعنی ایرانیان در نزدیک پارسه، نزدیک تخت جمشید جای رو کندن و به این مخروبه باستانی برخوردند. باستانشناسان ایران و ایتالیا در پاسارگاد اطراف تخت جمشید هنگام حفاری به تلی آجوری برخوردن که بنای باستانی بزرگی است در ابعاد 33 در 33 متر، بازمانده از دوران هخامنشی، متشکل از هزاران خشت خام و آجرهای لابدار که در دیواری به ضخامت 10 متر به کار رفته و کاشیهای لابدار در سطح بیرونی دیوار مزین به نقش جانور افسانه‌ای است و کتیبه‌ای به خط میخی اکدی بابلی به دست آمده. اون کتیبه رو هم میتونید نشون بدید که اون بالا شخصیت مردوک رو نشون میده، اون پایینش هم یک کتیبه اشاره میکنه. بابلی به دست آمده و موزاییک ها با سمبول های اسطوره های ایران باستان و میان رودان شبیه تصاویر آجوری دروازه معبد ایشتار در بابل تزئین شده و نقش مشخوشو نماد ایزد مردوک، گلهای 16 پر لوتوس، این گل لوتوس یعنی همون گل نیلوفر ماستا، بله بله، که
نقش برجسته هاش و دیوارهای هخامنشیان هست که تو مرداب های ایران روش میکنه. اسم غربیش لوتوسه. فناوری تزئین رنگ های کاشی ها و استفاده از غیر برای حفاظت همه نشان میدهد که بنا در زمان کوروش پایه‌گذاری شده. اما نماد ایزد مردوک و دیگر نقش های اساطیر بابلی در هنر هخامنشی متأخر تکرار نشد، زیرا هنگامی که کوروش کبیر سال 539 میلادی پیش از میلاد بابل را فتح کرد، بر این باور بود که امپراتوری نوین او مثل نهاد سیاست دولت ماد متکی به دیانت اهورامزدایی با نماد عقابی بالگشوده که از اعماق آسمان بر احوال جنبندگان می نگرد نیازمند یک نهاد معنوی است که نگاهش معطوف بر افق پهناور باشد. و در بابل مشاهده کرد کاهنان میانرودانی مردوک با نفوذترین ایزد بابلی را به عنوان خدای آسمان و زمین می پرستند و نگارنده احتمال می دهد، یعنی من احتمال می دهد کوروش پس از تسخیر بابل جهت مدارای دینی از کاهنان بابلی خواست نیایشگاهی در تخت جمشید پای تخت و مرکز سیاسی هخامنشیان بنا کند و هنرمندان و معماران بابلی را برای ساختن معبد مردوک به تخت جمشید دعوت کرد و پرستشگاه به سرعت ساخته شد و تا زمان داریوش اول استوار و فعال بود. اما در دوران خشایارشا دولت مردان هخامنشی به حکم ضرورت در راستای اتحاد دین و دولت که هر امپراتوری نیازمند تکیگاه نهاد دیانت است، گرایش به آیین اهورامزدایی که از زمان مادها که عهد وحدت اقوام در پهنه فلات ایران در ابعاد وسیع نقش موثری ایفا کرد که از یک سو آلترناتیوی بهتر و بزرگتری است از مردوک خدای بابلی متعلق به چند قوم اندک شمار در اقلیمی کوچک، میتواند تکیگاه، یعنی همون دیانت اهورامزدایی، میتواند تکیگاه و مستحکمی برای دولت نوبنیاد باشد و از دیگر سو ماهیتا دارای هویت ایرانی برخواسته از پهنه فلات ایران است و مؤثرتر از مردوک خدای بابلی که پرونده انباشته از خشونت دارد، میتواند پوشش معنوی به امپراتوری بزرگ بدهد و در پیامتش چرخشی استراتژیک از مردوک به زرتشت و از معبد مشکوشو به آتشکده آغاز شد و به تدریج جهانبینی میان رودانی سامی محور که کوروش تصور میکرد مردوک خدای بابل او را در آزادی مردم کمک کرده خیال ساده لوحانه است که اجازه داد نیایشگاهی نزدیک کاخ پارس ساخته شود و ناگزیر به علت ضدیت با آیین میترائی و الهه فرهمند مهر باید از صحنه حذف شد، زیرا در اساطیر ایران باستان اژدها جانوری زشت روی و یاور اهرمن است که ابرهای بارانزا را سترون، زمین را خشک و دشتها را کویر می کند و ارمغان نامیمونش خوشسالی برای کهنبوم ایران است. بنابراین ناسنجیده نبود که دولت مردان هخامنشی پس از کوروش و داریوش تصمیم گرفتن مردوک و اژدهایش را از حیات سیاسی فرهنگی ایران حذف کنند و خود هخامنشیان معبد مردوک را متروک کردند، زیرا مردوک یکی از خدایان باستانی و نگهبان تمدن بابل به شمار می رفت که به تدریج مقام ایزدیش بر روان اهالی منطقه مسلط و خدای بابلیان شد که در روایات کهن بابلی فرزند انکی، ایزد آبهای روی زمین و نوه آنو، خدای خدایان بود و در اسطوره‌های میان رودانی
ایشان با جاری کردن سیل و برانگیختن طوفان به جنگ کانگو شوهر و سردار سپاه اله بانوی بابلی و سومری تیامات رفت و بر او پیروز شد و پس از کشتن تیامات از پیکرش سقف آسمان را آفرید و مانع شد که امواج دریا زمین را فرا گیرد و تیامات برای نبرد اژدهایی پدید آورد با هیئتی هراس‌انگیز که نوما ویرانگری و ظلمت آغازین بود و به صورت ماری خشمگین نمایش داده شده و مردوک نیز اژدهایی به نام موشخوشو داشت. این موشخوشو را میتونید لطفا نشون بدید؟ بله. موشخوشو داشت که بر اساس نکره نگارهایی کرد او بر سطح دیوارهای دروازی ایشدار توسط نبوکی نصر دوم 575 سال قبل از میلاد در شهر بابل نقش بسته که بدنی فلسدار با چنگالهای بزرگ به سان عقاب در پاها، دستانی شبیه شیر، گردنی بلند، سری کوچک با زبانی به سان سمندر، شاخی روی سر و دومی دراز مزین به کله مار بود و در اساطیر بابلی برعکس اژدهای تیامات که چهره هراس‌انگیز دارد، اژدهای مردوک موشخوشو دارای سیمای آرام و متین است که او را در برقراری نظم یاری می‌کند و بر دروازه معبد ایشتار در بابل نقش بسته و اژدها در اسطوره‌های ایرانی جانوری است کریه منظر و از یاران اهرمن و در آثار اوستایی هنگامی که اورمزد سرزمین اهورایی را می‌آفریند اهرمن برای تخریب آن اژدهای سرخ را در رود داهیتی پدید می‌آورد و در ادبیات ودایی در دو اژدهای ورتره و اپئوشه آبها را در بادداغها قصیر، ابرهای بارانزا را ستروند، زمین را خوش و دشت را کویر می‌کنند و سرانجام به دست الهگان ایندره و تیشتره تباه می‌گردند و در شاهنامه نبرد فریدون و ضحاک، اسفندیار و ارجاسب تورانی الگوهایی هستند که اژدها در هیئت پادشاهی انیرانی پدیدار می‌گردند. این قسمت مقدمه کار بود. شما آیا سوالی دارید یا نه؟ من فقط میگم عکسی رو که نشون دادیم اون موشخوشو خیلی جالب بود که مثلا این به نظر میاسته که یه نفر اینو دیده ولی مطمئن نبوده که چه شکلی هست، هرچی دلش خواسته، مثلا دومش رو مثل مار، پاها رو مثل عقاب و هر جوری که دلش خواسته این رو درست کرده. بله، شما اگر نماد دیانت اهورامزدا رو توجه بکنید، به سان با عقاب بالگشوده است که الگوش دار آسمانه. شما قبلا هم دیدید که یه برنامه من برای شما درست کردم که نقش عقاب چگونه در جایگزینی میشه، نماد میشینه برای نماد دیانت اهورامزدایی و به همین خاطر بود که با شما من صحبت می‌کردم، گفتم اگه از شما بپرسن که بچه‌تون از شما بپرسه که بابا این اهورامزدایی که میگی تو آسمانه چگونه هستش، میگی مثل همون عقاب، نگاه کن ببین از اون بالا داره بر همه چی نظاره میکنه، اهورامزدا هم کمی شبیه اونه و همین خاطر هستش که در هیئت عقاب متاسترش به عنوان یک پیر خردمند ظاهر میشه و این یک تمهید بسیار هوشمندانه بود که فرزندان فهنه فلات ایران این رو در اسطوره‌های خودشون می‌کنن. حالا شما بریم ببینید که تو اسطوره‌های میانرودانی، این میانرودان رو هم من یه توضیح برای شما بدم، اگه اون عکس میانرودان رو نشون بدید، میانرودان تنها اون بین نهره نیست، یعنی بین دو تا که منظور من اون بین اون رود دجله و فرات نیست، بلکه میان رودان حد فاصل بین رود کارون که پر آبترین و خروشانترین هستش تا سواحل شرقی دریای مدیترانه رو در بر میگیره. این منطقه رو ما میگیم میان رودان،
که امروز شامل عراق هست، سوریه هست، اردن هست، اسرائیل هست، اینا رو چه میکنه و هنوز هم یک منطقه است پرآشوب. چرا؟ برای اینکه بستر بنیادین سه ادیان ابراهیمی مثل یهود و مسیحیت و اسلام همین منطقه بوده و به نظر میرسه که دولت مردان هخامنشی وقتی که از پهنه فلات ایران و از استان پارس اونجا میان با ماد متحد میشن، البته با این مادی ها هم خشاوندی بسیار چیزی داشتن ها. یه روزی من اگه همین جا اگه لازم باشه من میتونم زندگانی کوروش رو که چگونه به وجود اومد و با مادها چه ارتباطاتی داشته و همینطور داریوش چه میکنم وقتی که میان ماد امپراتوری ماد رو در امپراتوری هخامنشی زمین نمیکنه، آنچنان خونریزی دعوا صورت نمیگیره چون یه خشاوند بودن، درست مثل که دوتا استان با هم دیگه متحد میشن و بعد تشعشعش میذاره اون امپراتوری بزرگ رو به وجود میاره. بعد شما در نظر بگیریم ببینیم همون موقع متوجه شده بودن که این منطقه که بستر به وجود آمدن این سه ادیان ابراهیمی هست یک منطقه پرآشوبیه که در انتهای همین این مقاله هم اگه لازم باشه شما دوست داشته باشید من همین الان میخونم درباره میان رودان که این منطقه چگونه جایی قبلا هم یک مطلب برای شما خوندم تا یه تصویر روشنی به شنوندگان بینندگان شما ارائه داده باشم که این میان رودان چجور جاییه و چه تاریخ و گذشته ای داره. میان رودان ریشه های بنیادین شاکلی داعش در منطقه، سرزمین گرم نسبتاً خشک و بیابانی با کوههای کم ارتفاع که بین دو رودخانه فرات و دجله تا دریای مدیترانه کشیده شده و امروز به نامهای عراق، اردن، فلسطین، سوریه، شبه جزیره سینا و شامات شناخته می شود، در قرون گذشته مسکن چادرنشینانی بود که در جستجوی آب و چراگاه برای گله های بز، گوسفند و خر خود به هر سو در حرکت بودند و ساکنینش از قبایل مختلف نژادهای سامی و آریایی از قبیل هیتی ها، آموریان، هوریان، کنعانیان و خوریان تشکیل و باور و باورهای بسیار ساده بر اساس پرستش قوای طبیعت، سنگ و ارواح داشتند و زندگی چادرنشینی، صحراگردی و پیوسته کوچیدن. شما از خودتون بپرسید که این قوم یهود چگونه میشه که بستر خیزشگاه شد همین منطقه هست، یه مرتبه نگاه میکنید سر از مصر رو در میارن، بعد از مصر میگیرن بیرونشون میکنن میان باز دو مرتبه تو این منطقه و بعد نگاه میکنیم بینید تو این منطقه باز هم نمیتونن دوام بیارن، در سر تا سر دنیا پراکنده بشن. علتش شما در چی میدونین آقای سربی؟ والا من اون وقتا فکر میکردم اینها چون آدم های زرنگی هستن دنبال کسب و کاسبی رفتن به همه جای دنیا. خب این یکی از دلائل دیگر نمیدونم. ببینید همین تورات رو که اگر باز بکنید در اونجا خودشون رو قوم برگزیده میدونن و چون قوم برگزیده میدونن با اقوام دیگه اختلاط نمیکنن. یعنی اگر دیانت یهودی رو در مقابل دیانت مسیحی قرار بدیم میبینیم که دیانت مسیحی درش به روی همه بازه، اسلام هم از اون اقتباس کرد در باز گذاشت، منتها با این تفاوت که دیانت مسیحی در رو باز گذاشته هم شما میتونی وارد بشی هم میتونی راحت اگر نخواستی بری بیرون. در دیانت یهودی شما نمیتونی وارد بشی. اینا میگن ما از خودمونیم به خاطر اینکه اون خون خالص رو بخوایم حفظ کنیم و یک قوم کوچک خب توان تولیدش به اندازه همون ظرفیتشه دیگه، اما وقتی که یک دیانتی در رو باز میذاره سیاسفید همه هم با اقسام میاره چی میکنه به سرعت نگاه میکنیم اینه الان بالای 2 میلیارد عضو میتکلید داره دیانت مسیحی. چرا؟ به خاطر اینه که این انعطاف رو از خودش نشون داده، گفته هر که دوست داره بیاد، هر که آدم دوست نداشته باشه بره بیرون. اما در اسلام هم اینطوری نیست. اسلام شما میتونی وارد بشی هر جور باشی، هر کس باشی، هر رنگ باشی، اما خارج نمیتونی بشی. این تفاوت اساسیشه. خب دیانت یهود
وقتی که اومد اونجا خودش قوم برگزیده میدونه و نمیخواد که با اقوام دیگه اختلاط بکنه، به عنوان یک اقلیت همیشه در بین اکثریت قرار داره و همیشه مورد چیز قرار میگیره، مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار میگیره. چرا؟ برای اینه که تمایل به تورم و بزرگ شدن نداره. خب همه این مسئله رو نتونستن حل کنن. دیانت مسیحی حل کرد، دیانت اسلامی حل کرد، دیانت زرتشتی هم حل کرد، قبلا حل کرده بود. این هستش که این مسئله در همین جا یارو شد. آخر سر هم نگاه میکنیم میبینیم که در همین جا هم نتونستن دوام بیارن، در سر تا سر دنیا پراکنده شدن. اما در همون تورا، در همون صفحات اولش، در یه جای اشاره میکنه که یهوه یا یهوه بهشون داره میگه که ای قوم من، ای چیز برگزیده من، شما همیشه اشیاءتون رو، ثروتتون رو به صورت اشیاء منقول نگه دارید، یعنی بتونید با خودتون جابجا کنید، هیچ وقت چیز تأسیساتی نخرید. و همین خاطر هستش که نگاه میکنیم میبینید از یهودیت مثلا از 2000 سال پیش به اونور به جلوتر آثار چیزی وجود نداره غیر منقول، مثل ابنیه با ساتومان و یتان ها. اینا ثروتشون رو به صورت پول و سکه در پیش خودشون نگه میداشتن که هر وقت اگر به اینا حمله شد برن که اینو برمیداشت در میرفت یه جای دیگه که جای امنی باشه. خب بعدها یواش یواش در انقلاب چیز در قرن 18-19 که یواش یواش ناسیونالیست در اروپا رشد کرد و خطکشی ها و مرزبندی ها آغاز شد، اینا اومدن دیدن که این پولشون رو نمیتونن از مرز این برامر جا به جا کنن چون مرزبندی شده. طرف وقتی که پولش رو برداشته و سکه و ثروت و جواهراتش رو میبره، سر مرز یخشو میگیرن میگن آقا اینو از کجا داری ببری؟ درسته که به رام تو هستش ولی ثروت ملته. این هستش که اینا ناگزیر شدن چون نمیتونستن پولاشون رو جا به جا کنن به خاطر اینکه این مرزبندی ها پررنگ شده بود دیگه، اون آزادی عمل رو در جا به جایی اموالشون ثروتشون نداشتن، ناگزیر شدن که بیان برن یک کشور تأسیس کنن. آها خیلی جالب بود. تا حدودی روشن شد. من شما رو وارد این منطقه میان رودان کردم که توضیح بدم اونجا چه خبر هست، برای چی اونجا داعش مثلا نیارو چه میکنه. خب پرستش گواهی طبیعت سنگ و ارواح داشتن و زندگی چادرنشینی، صحراگردی و پیوسته کوچیدن به آنان اجازه نمیداد. مذهبی با شعائر سنگین اونطوری که مثلا دیانت زرتشتیه گردن کلفت درست کرده بود و خرافات سیقل خورده، چون اکثر این اصول و فروعش مثلا اصول تمام ادیان بیشترش از دل اسطوره ها در اومده بیرون و اسطوره ها هم بخشش در اون بخش خرافات جامعه چیز میکنه که ادیان میان اون عناصر مستعدش ازش میگیرن و در چیز دیانت در اون هرم سگوش دیانت اونجا متمرکز میکنن، در اونجا تثبیت میکنن. ولی ابتدا باید عناصر اولیه مثل نبوت و توحید و معاد و خدا در اون بالا در ذهن اسطوره ها به بار بشینه و اسطوره ها هم در بطن نظام های درازدامن دامداری و کشاورزی صورت میگیره. و اگر یک اقلیم مثلا چیزی نداشته باشه مثل عربستان که نه دامداری داره نه کشاورزی داره، در اونجا دیانت به وجود نمیاد. من بارها به این اشاره کردم که این دیانت اسلامی هم که چی میکنید در خود همین ایران مخصوصا در این میان رودان و در اون شامات نوشته شده، بعدها براش اونجا یه مرکزیتی درست کردن. خب این کوچندگان ارواح داشتن به زندگی چادرنشینی، صحراگردی و پیوسته کوچیدن به آنان اجازه نمیداد مذهبی با شعائر سنگین و خرافات سیقل خورده بپرورند و مناسک عبادی را با تشریفات مجلل و با شکوه برگزار کنند. زیرا پیدایی عناصر بنیادین هر دیانتی مثل توحید، نبوت، معاد و در رأس ساختار هرم مثلث‌گونش خدا قرار گیرد، ابتدا در ذهن اسطوره ها و اساطیر در بطن نظام های درازدامن دامداری و کشاورزی قوام یافته به بار می نشیند و در این منطقه به علت فقر اقلیم هیچگاه دامداری اسکان یافته و کشاورزی منسجم
و دولت مقتدر محلی وجود نداشته. و در ضمن توجه داشته باشید که حداقل در این 2-3 هزار سال اخیر این منطقه همیشه بین دولت امپراتوری بیزانس و ایران مرتب دست به دست میشد، و چون دست به دست میشد امنیت وجود نداشت. همونطوری که مثلا در این 100-200 سال اخیر کردستان ما چون مرتب بین امپراتوری عثمانی و ایران دست به دست میشد، جاهای امنی نبود که سرمایه‌دار ثروتش رو برداره ببره اونجا سرمایه گذاری کنه، به همین خاطر هستش که عقب ماند. هیچگاه دامداری اسکان یافته و کشاورزی منسجم و دولت مقتدر محلی وجود نداشته و اکثر حاکمان کوچک تحت حمایت و جیره‌خوار دولت‌های بزرگ همسایه از قبیل بابل، آشور، مصر، ایران، یونان و روم به شیوه ملوک الطوایفی حکمرانی میکردن. جماعتی که قرنهاست مغزشان در 1000 سال پیش توقف کرده و تا مغز استخوانشان به آموزه های اهریمنی دیانت اسلامی آلودند که مجال رشد اندیشه و تفکر عقلانی به آنها نمیدهد که از اقلیم استفاده مطلوب و شیوه های کشاورزی علمی، متدهای پیشرفته دامداری و نوآوری در عرصه‌های گوناگون در توسعه پایدار را تجربه کنند. تنها تولیدشان زاد و ولد انبوه با شکم‌های گرسنه آویخته بر چند بوز و گوسفند رنجور خود بوده و در 100 سال اخیر بعد از فروپاشی دولت عثمانی و تشکیل کشور انگلیس ساخته عراق که از برکت درآمد نفت تحت رهبری حزب بعث متشکل از اقلیت سنی های منطقه به کر و فری رسیده و در فرایند جنگ خونبار با ایرانیان هم شاخ و هم شاخشانه می کشید، سرانجام تجزیه شد و سرنوشت سوریه هم در این راستا قرار دارد و در این سالهای اخیر دولت های استعماری موی دماغشان شده، همانطور که بساط طالبان، القاعده، دار و دسته ملا عمر و ریز و درشت های دیگر را در افغانستان جمع نکردند، قصد ندارند نکبت داعش را هم از میان بردارند، زیرا ابزار خوبی است برای ترساندن، بیخانمان کردن اهالی منطقه، تلمبار کردن آنها در اردوگاه‌ها در ابعاد میلیونی و فروش مواد کنسرو شده غربی آمریکایی و دوشیدن دولت‌های منطقه با فروش اسلحه. خب یه تصویری از این منطقه به دست اومد از همین میان چیزی میگیم به نهره برسه میان رودان. بله اینو نشون دادیم، حالا بازم نشون میدم. بفرم. خب تو این مطلب شما سوالی ندارید؟ نه، جالبه که اون وقتا فکر کردیم بین النهرین همون بین دجله و فراته، ولی شما میگید که نه، با وجودی که اسمش بین دوتا رود هست، ولی این مناطق رو ترکیه، سوریه، اردن، عراق، عربستان و حتی ایران. نه ببینیم، به میان رودان وقتی که میگیم حتی مثلا یعنی غرب فرات ایران هستش تا سواحل شرقی دریای مدیترانه، این ناحیه رو ما میگیم میان رودان. حالا تو اون وسط هم دوتا دجله و فرات هستش که میان اون وسط اون رو میگن بین النهرین. ما میان رودان یک واحد بزرگتری میدونیم، حالا واحد بزرگتری از این خاورمیانه است. اگر خاورمیانه رو بخوایم در نظر بگیریم، یه مستطیل پهنی هستش که از ناحیه شرق مدیترانه میگیره، ترکیه رو داره، ایران رو داره، تا حتی تو این نقشه‌های جدید افغانستان و این چیزا رو هم شامل خاورمیانه میدونن، تا او شمال مصر رو در بر بگیره. ولی میان رودان منظور ما این منطقه است که فعلا الان عراق هستش و اون سوریه هستش و اسرائیل هستش و اردن. بله نشون دادیم نشون. بعد وقتی که دولت ماد قبلا با این منطقه درگیر بود، دولت ماد قبلا خراجگذار دولت آشور بود. دولت آشور هم یه دولت خیلی کوچکی بود، مثل یک استان که شامل همین این جنوب ترکیه و سوریه و این نواحی میشد و دولت ما باج میگرفت، خراجگذار اون دولت بود.
و مادی ها در طول 220 سالی که اونجا حکومت میکردن سرانجام تونستن بزنن این دولت آشور رو بساطش جمع کنن و خاکش زمینه خود کشورشون کنن و طبیعتا این تصویر در مقابل هخامنشیان بود، متوجه بودن که خب وقتی که ما تونست اون آشور رو که با اون همه ید و بیزاش قراش گذاری میکرد و قدرتی برای خودش داشت بزنن و بساطش جمع کنن، حالا ما هم میتونیم و در منطقه کنار اون آشور این پایین تر در میان رودان یه بابل هم وجود داشت که الان ما اینجا بهش میپردازیم درباره این بابل و برج بابل که این رو هم بساطش رو هخامنشیان جمع کردند که من اونجا داستانش رو در اونجا برای شما خوندم که چگونه این چرخش صورت گرفت. وقتی که هخامنشیان رفتن اونجا رو که گرفتن دیدن بله در اینجا خدایانی هست، مردوکی هست و چی میکنن؟ ابتدا تفکر میکردن که اگر هم این مردوک رو خداشو بردارن بیارن اونجا دیده بهتریه، ولی دیدن که مادها قبلا اهورامزدا رو جا انداختن و یک منطقه بسیار وسیع هستش، چگونه هستش که یک منطقه وسیع رو بیاریم تابع یک منطقه کوچیکی بکنیم و اونو نمادهاشو بیاریم چی بکنیم؟ خب اونو پس دادنش و آیین دیانت اهورامزدایی رو با اون نماد چیز عقابش رو جایگزین کردن و پیش بردن تا 250 سالی هم در صحنه سیاسی بودن. خب قسمت بعدی که برایش چقدر وقت داریم آقا؟ 31 الان نیم ساعت دیگه مثل وقت داریم. بله یه مقداری کمتر، قرار شده چند دقیقه زودتر تموم کنیم تا بتونیم بین برنامه ها به اصطلاح قشنگ عوض کنیم. بفرمایید. بسیار خوب. خب این قسمت رو خوندم، بیایم سراغ قسمت بعدیش. برج بابل کاوشی معکوس در حقیقت مکنون. روی این خیلی تو این فیسبوک چیز گذاشتن، مطلب گذاشتن. خب حالا چون از این برج بابل که من یه دونه تصویرشو فرستادم حدود 20 تا 30 تا تا شاید 50 تا برج در اینترنت وجود داره، در طول سالهای مختلف نقاشان مختلف کشیدن و اکثرشان تصور میکردن که این برج مدبره، در صورت یه زگوراتی بوده چهارگوش. حالا من داستانش اینجا برای شما میخونم که یه همچین صحنه‌هایی رو دولت هخامنشی در مد نظر داشته. برج بابل کاوشی معکوس در حقیقت مکنون. تعریف حقیقت مکنون: حقیقت مکنون به آن دسته از تناقض‌های پنهان در پس پرده ابهام گفته می‌شود که تضاد آنها با واقعیت آمدانه در پرتو شک، تردید و کنجکاوی قرار نمی‌گیرد تا دین خویان به مطلق بودن پارادوکس آن باورمند بمانند. درباره این پارادوکس دوست دارید من توضیح بدم یا شما میتونید توضیح بدید؟ پارادوکس فکر کنم وقتی که اختلاف هست بین دو تا چیز، نه اونو میگن پارادوکس. بله ترجمه لغویشه که کردن گفته بودن تناقض. بله ولی در واقع میان بعضیا میگن نه تناقض نماس و روی این مسئله بحثا میکنه، ولی عموما معنی لغویش یعنی تناقض. حالا دیرخویان به مطلق بودن پارادوکس ها باورمند بمانند و مذاهب از حیات روانی و اجتماعی انسان حذف نشوند و چرخ استعمار اکثریت توسط اقلیت تمامیت خواه ملا و مجلا از حرکت باز نیستند. نیاکان دور ما در پهنه فلات ایران پایشان روی زمین، افکار کنجکاوشان محدود بر جلوه های طبیعت و در بالای سرشان سقف آسمان قرار داشت و برای بهزیستی در بالا رفتن پلکان دانایی و غلبه بر جبر طبیعت در پگاه نظام دامداری، هستی شناسی ایرانی و آیین میترایی با الهگان مادین سرشت مهر، میترا و آناهیتا که پیوندندگان بیواسطه فرزندان کهنبوم ایران با عناصر آب، باد، خاک و آتش بودن را آفریدن که ارتباطی تنگاتنگ با طبیعت گوهرین فلات پهناور داشت و سرانجام در راستای وحدت اقوام
از زهدان اسطوره‌های باستانی ایران در آستانه ظهور نظام کشاورزی، دیانت اهورامزدایی آب هستی نهاد که نمادان پیری فرزانه بسان عقابی بالگشوده از اعماق آسمان که بر احوال آدمیان مینگرد، در بطن افسانه‌های فولکلوریک پارسی که فرزندان خود را از یک سو به پندار، گفتار و کردار نیک دعوت می کند و از دیگر سو به زبان تلویح می گوید بدور از چشم ناظران به بزهکاری آلوده نشوید، زیرا که من اهورامزدای شما از بالا می بینم و شیطنت شما در پرونده اعمالتان ثبت می شود و در روز رستاخیز باید جوابگو باشید. تجلی کرد و قرنها بعد قبل از آن که ادیان ابراهیمی از ماتریسم فلسفی کیهانشناسی درخشان مزدایی در صعود الهه از زمین به ژرفهای آسمان و دگردیسیش در هیئت ایزد یکتا با سرشتی مذکر اقتباس کنند، ابتدا بابلیان از این ایده نافذ جهت کنترل آدمی توسط نیروی ماورای طبیعی در اقلیم میانرودان الگو گرفتند و برای خود ایزدان ریز و درشتی آفریدند که با نفوذترین آنها مردوک خدای خدایان شهر بابل با نماد مشوشوی کومیکسیما بود. به تعدادی از مردم چموش و باهوش برج بابل که بنای آن به پایان نرسید را پایه‌ریزی تا در دستیابی بر حقیقت مکنون خرمای نقد طبیعت گرامی را رها و با حلوای نسیه بهشت برین شیرین کام شود و دنان باغ خرم اندر خیال توهمزای خود جمع شده و از پراکندگی نژادها و ستیز اقوام در زمین جلوگیری شود که شاید همه به زبان واحدی گفتگو کنند و پیامدش برج بابل که در تورات سفر پیدایش به آن اشاره و قرنهاست تخریب شده برای از میان برداشتن چند دستگی در اثر ازدیاد جمعیت و پرهیز از کوچ اجباری به نقاط دوردست را ساختند و سال 1898 میلادی رابرت کلودوی باستانشناس آلمانی در 90 کیلومتری جنوب شهر بغداد در سواحل رود فرات کاوش جهت یافتن بقایای شهر غرق شده بابل که معبد مردوک خدای خدایان زیگوراتی با ابعاد 90 در 90 به ارتفاع 90 متر بود را آغاز کرد که مقادیری از پایه‌های اصلیش به جا مانده که تا پیش از حفاری نویسندگان افسانه و حکایاتی در مورد شکل و شمایلش به هم بافته بودند و تصاویر گوناگونی توسط نقاشان که خیال می‌کردند برج بنای مدور بوده در چندین دبره کشیدند با طاق‌های قوس‌دار، اما حفاری‌های باستانشناسی تصویر متفاوتی از آنچه گذشتگان گمان می‌کردند ارائه کرد که زیگوراتی چهارگوش با طبقات متعدد به نحوی که آشکوب بالایی کوچکتر از طبقه زیرین بوده و از دستگاه فوقانی جهت معبد برای خدایان و رصد ستارگان و ثبت رفتار آنها استفاده می شد و نبوکید نصر فرمان روای بابل در 570 قبل از میلاد می گوید مردوک خدای بزرگ به ذهن من آورد که این بنا را تعمیر کنم و در تورا یهوه میگوید طوفانی بر برج بابل فرستادیم که کوچکترین ذره های آن به دورترین نقاط پرتاب شد، زیرا این رفتار و در قوانین شریعت یهود شورش علیه خدا محسوب میشد و سازندگان برج مدعی بودند الوهیم حق ندارد عالم بالا را برای خود برگزیند و دنیای زیرین را برای ما بگذارد و ما نیز برجی خواهیم ساخت بر فراز آن بوتی با شمشیری در دست چنان به نظر آید که او قصد جنگ با یهوه دارد و ساختن برج
نه فقط به منظور مخالفت با ایزد یهوه، بلکه با ابراهیم نیز بود، چون او در ساختن برج شرکت نکرد و در متون یهود آمده سازندگان برج سخنان زشت علیه یهوه می زدن و می گفتن هر 1656 سال یک بار آسمان می لرزد و آب فراوانی بر زمین می ریزد و آنها برج را به سان ستونی می سازند تا آسمان را نگه دارند نلرزند، تا سیل و طوفان نوح تکرار نگردد، که تقلیدی به قایت ناشیانه از چرخه اول، دوم و سوم از دوران 12,000 ساله کیهانشناسی زرتشتی بود و تصور بر این است که احتمالاً خدای قوم برگزیده نمیخواسته دست ابوالبشر بر بارگاه کبریایش برسد و کاذب بودنش برملا گردد و اعتبار موسی که در کوه طور الواح ده فرمان را از او گرفت از میان برود و بعدها هنگامی که هخامنشیان در یونان حضور فعال داشتند آموزه های آشو زرتشت در آن اقلیم انتشار یافت و بر بسیاری از روشنفکران به خصوص افلاطون فیلسوف یونانی تحت تاثیر آیین مزدسینا بود که فلسفه اش را حکمت ایرانی در لباس یونانی خواندند و استاد پورداوود می نویسد فلسفه افلاطون در بسیاری از موارد با تعالیم زرتشتی منطبق و به خوبی پیداست. فیلسوف یونانی از مزدسینا اطلاع داشته است. خب بحثی دارید شما در این مطلب؟ نه، اجازه بدید از خانم دکتر جیلانی تشکر کنم. ایشون نوشتن که پارادوکس میشه همون تضادهای غیر متعارف. بله تقریبا. حالا مگه تضاد متعارف هم داریم؟ بله ما تناقض نما هم داریم. تضاد هم در واقع تناقض چیز دستش، تناقض نما داریم، تناقضهای غیره داریم. حالا یه روزی اگر لازم بود من درباره انواع این تناقض ها صحبت میکنم که حالا اینا اسمش گذاشتم پارادوکس. بسیار ممنون. شما اگر توجه کرده باشید در این متن یه موضوعی گنجونده شده و اون این استش که ایرانیان در پهنه فلات ایران اومدن با این تمهید که الهگان میترا و مهر و آناهیتا که اینا هر کدوم نمایندگان عناصری از طبیعت بودن و هر قوم و قبیله هم یکی از اینها رو الهه خود میدونه و عموما هم اینا بین خودشون دعوا بود، به خاطر این استش که این دعواهای درون قبیلگی و قومی رو کاهش بدن اینا اومدن گفتن که ما بیاییم به جای اینکه هر کی برای خودش یک پرچم داشته باشه بیاییم یک پرچم واحدی رو انتخاب بکنیم و زیر اون جمع بشیم تا اینکه بتونیم با آشور درگیر بشیم و بساط آشور رو جمع کنیم. چرا؟ برای اینکه آشور خودش یک امپراتوری کوچکی بود و برای خودش ارتش داشت و نیرومند بود و مادی ها اومدن خب چیکار کردن؟ گفتن که چگونه ما میتونیم این آشور رو چه بکنیم؟ بهترین کار این هستش که با هم دیگه جمع بشیم، با هم دیگه متحد بشیم و وقتی که متحد که شدیم نیرومون بیشتر میشه، میزنیم بساطش رو جمع میکنیم، که همین کارم کردن. منتها اگر که شما توجه داشته باشید من یه تصویری یه روز برای شما فرستادم که آشور زرتشت رو نشون میده در بارگاه گشتاسه، اون آخرین شاهنشاه مادی، یادتون میاد اونو؟ بله بله نشون دادیم. من یادم رفت اونو برای شما بفرستم. در هر حال اینجا میان چیکار میکنن؟ میگن که خیلی خوب ما بخوایم بیان با هم متحد بشیم که بریم آشور رو بزنیم، زیر چتر کدوم یکی از قبائل جمع بشیم؟ اگر زیر چتر هر یکی که قبل جمع بشیم بعد از اینکه پیروز شدیم اون میاد سرکرده ما میشه و ما مجبور میشیم که نوکر خادم اون بشیم. بس برای اینه که ما زیر چتر یکی جمع نشیم و یک چتری پیدا بکنیم که همگانی باشه، همگیر باشه، اصلا زمینی نباشه، ماورای زمینی باشه،
تمهید ببینید، از اونجا میارن میگن که خیلی خوب ما اینو میبریم بالا و از اونجا اهورامزدا درست میکنیم در هیئت یک عقاب. نگاه کنیم ببینیم عقاب رو تو اون آسمان داره میبره، تمام جنبندگان رو زیر نظرش نگاه میکنه با اون نگاه ژرفکاوه. با همین تمهید اومدن برای خودشون یه همچین نهاد و در اینجا بود که خدا از زمین به آسمان صعود کرد. و طبیعی استش که در پهنه فلات ایران ایرانیان برای اولین بار بودند که پایگزاران ادیان تک خدایی هستند. بعدها ادیان ابراهیمی از ما الگوبرداری کردند، دیدن که عجب چیز خوبیه، ما هم یه قومی هستیم در اینجا، بیاییم برای خودمون یه خدا درست کنیم. اون یهودی ها اومدن گفتن خب ما هم یهوه درست میکنیم، یه همچه چاخرهایی که اونا درست کردن ما هم از اینچه خانه درست میکنیم و یارو میکنیم و میندازیم تو هم جا میندازیم. مسیحی ها هم اومدن همین رو تقلید کردن، برای خودشون اونجا روح القدس درست کردن. و بعدم که اومدن این امپراتوری ساسانی متلاشی شد و خواستن دولت خلافت درست بکنن و برای اینه که این دیانت زرتشتی رو از صحنه بیرون کنن گفتن چیکار بکنیم، ما میاییم برای این یه الگوی دیگه درست میکنیم. از اون ماهی که در آسمان بود و هلالگونه بود اومدن لوگو درست کردن، لوگوی الله رو. ببینیم من در حوزه اسطوره ها دارم بحث میکنم، این بحث ها در افق فکر خیلی قرار نمیگیره. توضیح دارم میدم که چگونه این مسئله میکنه. بس بنابراین در پهنه فلات ایران 3 تا 4 هزار سال پیش خود ما برای اولین بار ایزد یکتا رو با همون اهورامزدا که بردیم رو بالا قرار دادیم ساختیم. بعد ها اقوام دیگه اومدن از ما الگوبرداری کردند. حالا تأثیر آیین اهورامزدایی بر یونانیان توجه داشته باشید، همین افلاطون کتابشو ببینید، اینجاش نوشته نشده، این گوشهشو نشون میدم، 4 جلده قطور ببینید اینا آثار افلاطونه. در اینجا وقتی که شما این آثار افلاطون رو مطالعه میکنید میبینید که خط تمام آثار چیز اهورامزدایی رو میبینی، یعنی تأثیر زرتشتی رو میبینی. بعدها شما اگر بخواید مثلا تأثیر دیانت زرتشتی رو در متفکرین غرب چیز بکنی، دوستان رو من توصیه میکنم این کتاب تقریبا 5 جلدی خداوندگاران خداوندان اندیشه سیاسی اینو بخونی. یه مقدار ثابت بگیرینش که بله خداوندان اندیشه سیاسی، بله 5 جلد هستش. در هر جلدش مثلا جلد اولش درباره افلاطون و ارسطو صحبت میکنه، توی اینا تأثیر دیانت اهورامزدایی رو بر این متفکرین فلاسفه غرب داره چی میکنه. دومینش اگر چیز بکنی درباره سیسرون، من درباره سیسرون من برای شما این خطیب رومی صحبت کردم، تأثیرش بر سیسرون، آگوستین، توماس آگونیاس و ماکیاول. شما اگر این سرگذشت زندگی ماکیاولی چه بکنین، کتاب مشهور شهریاره، درباره شهریار هم یکی از شخصیت های چیز اخوامنشی است و میگه باید یه همچه آدمی رو ما داشته باشیم و به اونام به اون دولتمندان چیز رومی و ایتالیا توصیه میکرد که شما باید یه همچین تدابیری داشته باشیم مثل این شهریار، از اون الگو برداری کنیم. و جلد دیگرش خود ماکیاول، هابز، لاک، اینا رو درباره اینا چیز میکنه و در این کتاب ها تأثیر اینا رو نشون میده. این یکی بعدی مونتسکیو و روسو که من درباره روسو و مونتسکیو جلسه قبل برای شما صحبت کردم، اینا چیز بودن، هگل، آگوست کونت، جان استوارت میل، همه اینها درباره چیز این هستش که دوستان رو من توصیه میکنم این کتاب خداوندگار رو هم اندیشه سیاسی رو مطالعه بکنن. بعد همینطوری که بیایم عقب‌تر میایم چه شما نگاه بکنید این کتابو، چنین گفت زرتشت، تأثیری که بر نیچه داشته میبینید، درست دیده میشه؟ بله این هستش در نیچه که یکی از متفکرین فلاسفه مدرن چه هستش. و حتی بعد از اون هم نگاه میکنی یونگ و زرتشت و نیچه، گوستاو یونگ میشینه با شاگردانش درباره زرتشت صحبت میکنه. ببینید این کتابو، بله یه بارم قبلا نشون دادم، اینا تا
کتابایی هستن که در این زمینه میتونید مطالعه کنید. و حالا اگر تو اینترنت بنویسید که تاثیر دیانت زرتشتی بر چیزای یونانیان، بیش از 500 تا دونه مقاله پیدا میکنید. حالا من یه چکیده از این رو در اینجا برای شما در 2-3 دقیقه میخونم. تاثیر آیین اهورامزدایی بر یونانیان باستان. یونانی ها برای توجیه توجه برای توجه به ایران و دیانت زرتشتی چند انگیزه اساسی داشتند و کتابچه کوچکی قبل از هرودوت مورخ نامدار یونانی از زرتشت نام میبرد. من چون بیشتر از 5 تا تصویر برای شما نمیتونستم بفرستم، تصویر یک کتابی رو مال این چیز رو توی این چیز چت خصوصی برای شما فرستادم. اون رو میتونید نشون بدید روی فیسبوک؟ تو فیسبوک توی چت خصوصی دو تا کتاب برای شما فرستادم، دو تا عکس فرستادم. یکیش عکس یک کتابی هستش، این کتاب کوچیکی که الان اینجا داره صحبت میکنه، عکسش مال اونه. چیه؟ استفان پانوسی؟ چی گفتی؟ استفان پانوسی؟ آفرین، اونه. بعدنم اون مجسمه زرتشت رو نشون بدید که در سردر دادگستری کجای چیز هستش. توضیح هم در اونجا چیز دادم، اون توضیح هم میتونی بکنی. شما در نظر بگیریم ببینید آمریکایی‌ها همچه مجسمه میبرن رو بالای دادگستریشون قرار میدن، ما یه دونه تصویر از چیز زرتشت در کشور پهناورمون نداریم. خب تأثیر آیین اهورامزدایی بر یونانیان باستان. یونانی ها برای توجه به ایران و دیانت زرتشتی چند انگیزه اساسی داشتند و کتابچه کوچکی قبل از هرودوت مورخ نامدار یونانی از زرتشت نام میبرند و هموطنان خود را با جزئیات آموزه های پیامبر ایرانی آشنا میکنند و علاقه فلاسفه یونان به تاریخ و مذهب ایرانی کمتر از مورخان نبود و افلاطون بدون شک با دیانت زرتشتی آشنایی داشته و نوشته های ایشان شاید اولی متن فلسفی یونانی باشد که از زرتشت و اهورامزد نام میبرد و ارسطو با سندیت آیین اهورامزدایی، یعنی داخل برانداز نبرد بین نور و ظلمت، بیگانه نبود و در نظریات افلاطون آن را مشاهده میکند. پس از لشکرکشی اسکندر در دوران سلوکیان، تماسی مداوم میان ایرانی ها و یونانی ها پدید آمد و در پیامدش با عقایدی برمیخوریم که فیثاغورس و فلاسفه نخستین متأثر از مکتب شرق و ایران بودند و نشر عقاید فلسفی مذهبی ایرانیان جهت مقابله با هلنیسم به کار گرفته شد و یونانیان نیز برای پذیرش چنین نظراتی آمادگی داشتند، زیرا در قرون قبل از میلاد فلاسفه یونان به منش عرفانی کشیده می شدند و عقاید فیثاغورس با محتوای ایدئالی جلوه مذهبی به خود گرفت و تصور بر این است که ایشان شاگرد زرتشت بوده و افلاطون با مغان پارسی و رهبران دیانت زرتشتی ملاقات داشته، چرا که هخامنشیان یه چیزی معادل 220 سال اونجا حضور داشتن. و این تصورات انگیزه نگاه یونانی و رومی ها به ایران بود و به تدریج دلباختگی به شرق مخصوصا به ایران و آیین اهورامزدایی در آن اقلیم ریشه می دواند و برای دادن ارزش به هر نوشته مربوط به کیمیاگری، ستاره شناسی، تبلیغی بهتر و قابل قبولتر از این نبود که آن را منسوب به زرتشت کنند. و سپس نو افلاطونیان، من این فلوتین رو چند بار پیش کتابش رو برای شما نشون دادم، اونا نو افلاطونیان و عقاید زرتشتی توجه پیدا کردند و ثنویت را جامع تر عرضه کردند و ماتریسم فلسفی آفرینش در دین زرتشتی را به میان کشیدند که اصل زمان بالاتر از اهورامزدا و اهریمن قرار دارد، که اشاره به عقاید زرتشتی درباره آفرینش که بعدها به زربان خدای زمان تعبیر می شود. تأثیر جهانبینی زرتشتی در فلسفه افلاطون. در کتاب تأثیر فرهنگ و جهانبینی ایران بر افلاطون اثر اشتفان پانوسی، همونی که عکسش فرستادم، آمده که می نویسد
مثل افلاطون آموزه زرتشتی و آنچه سقراط دیمونیون خود مینامد، پیش از او آش و زرتشت آن را فر بحر نامیده بود و ایدوس المثنای دینا در اوستا و لوگوس مساویست با وهومنه و نیروی خیر و شر افلاطون الگوییست از سپنتامینو و انکرمینوی آش و زرتشت. و بعدها فیلسوفی به نام گیوس پلتون که نفوذی در امپراتوری بیزانس داشت پیشنهاد کرد که جهان از جنگ دائمی و پایان ناپذیر میان سه دین یهودی، مسیحی و اسلام خسته شده و هیچ امیدی به پایان دادن این جنگ ها نیست. مثل که درست میگفته این بابا پوشی 700-800 سال پیش، چون الان تو خاورمیانه هنوز جنگ. بنابراین بیایید راه دیگری برای نجات نسل های آینده در پیش بگیریم و او که با اندیشه های زرتشت توسط آموزگار یهودیش به نام الیاخوس آشنا شده بود، پیشنهاد کرد که یک طرح جهانی آمیخته از جهانبینی زرتشت و فلسفه افلاطون جایگزین سه دین نام برده شود و پس از آن خردمندان اروپا متوجه زرتشت شدند و با تعصب بسیار در ایران امپراتوری ساسانی فرو پاشید و دولت خلافت تمام آثار مربوط به دیانت زرتشتی را از میان برد که میباید از نو کشف شود. ولی کوشش برای کشف دوباره جهانبینی و زبان زرتشت نبرد دیگری میان پژوهشگران یهودی، مسیحی و انسانگراها به وجود آورد. نویسندگانی از چهار گوشه اروپا از اواخر سده 18 و 19 وارد میدان نبرد فرهنگی شدند. آهنگساز فرانسوی اپرای معروفی به نام زرتشت ساخت. موزارت زرتشت را در اپرای خود نی سهرامیز مطرح کرد. ریچارد اشتراف سمفونی به نام چنین گفت زرتشت آفرید و فکر میکردن که زرتشت را میتوان همچون اسلحه نیرومند علیه کلیسا به کار گیرند. ضدیت غربی ها با ایرانی ها با اسلام نیست، بلکه با همین دیانت زرتشتی است، چون برای آنها دیگر کلیسا انحصار حقیقت را در اختیار نداشت و حقیقت راستین میتواند در آیین غیر سامی بسیار کهن‌تر از مسیحیت هم وجود داشته باشد، یعنی دیانت زرتشتی. همانطوری که پروفسور دوشه گیمن در کتاب خود پاسخ غرب به زرتشت می نویسد، پیش از پیش زرتشت بخش مهمی از عملکردهایی شد که در اروپای غربی برای آزادی زن و مرد مدرن از مسیحیت انجام می گرفت. میکروفون در اختیار شما آقای سوربی. ممنونم از شما. متاسفانه وقتی باقی نمونده، باید خداحافظی کنیم و شما اگر روی اسکایپ وایسید من بعد میام خدمت شما، چون گفتید میخوام با من صحبت کنیم چند دقیقه بعد از برنامه. ممنون. پس دوستان عزیز اگر مایل هستید که با آقای یزدان خداونده رو در مورد مطالبی که صحبت کردن صحبتی داشته باشید، پرسشی بپرسید یا نظرتون رو مطرح کنید، با صفحه فیسبوک ایشون به همین اسم یزدان خدابندلو تماس بگیرید و ایشون با شما در تماس خواهند شد. ممنون از اینکه ما بودید. لطف کنید برنامه ها رو پی بگیرید و تماشا کنید، به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. شما هم میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید و برنامه داشته باشید. پس آقای یزدان خداوند رو با بینندگان خداحافظی کنید، ولی وایسید تا من بیام خدمتتون. خب بدرود با شما و بینندگانتون عزیز. ممنونم. مرسی. دوستان عزیز یک لحظه‌ای به اصطلاح برنامه ها به صورت قطع هم نیست، این دیگه میشه ریفرش کردن. خودتون دیگه میدونید چه باید بکنید، صفحه رو ریفرش کنید. روز روزگارتون خوش، به امید دیدار. مرسی.